به نام خدا، سلام. در ادامه مجموع آموزشی ویندویژی در یوزر مود امروز به مبحث ترت ها میپردازیم. در این مبحث مفاهیمی که قرار بهش پرداخته بشه در مورد به دست آوردن لیستی از ترت هاست، کسب یه سری اطلاعاتی در مورد ترت هاست، فریز کردن و آنفریز کردنشون یا ساسپند کردن و رزوم کردنشون. به عنوان دستور اول دستور تیلدا رو معرفی میکنیم. دستور تیلدا باعث میشه که لیست کلیه تعدادهایی که در این پروسس ما فعال هستن نمایش داده بشه. دستور بعدی دستور تیلدا ای هست. این دستور یک یا چند کامند رو برای یک تعداد خاص اجرا میکنه. دستور بعدی تیلدا نامبر اس هست. این دستور باعث میشه که دیباگرتون سویش کنه به یه تردی دیگه. مثلا شما بزنید تیلدا 4S، باعث میشه که دیباگرتون به ترد شماره 4 سویش کنه و از اون بعد هر کامندی که وارد میکنین برای اون ترد اجرا بشه. دستور بعدی تیلدا F هست که باعث میشه که ترد شما فریز بشه و از در واقع میشه گفتش با استفاده از این دستور شما میتونید اجرای یک ترید رو متوقف کنید در دیباگرتون. تیلدا یو این امکانو به شما میده که تریدی که شما فریز کردین با استفاده از این کامند آنفریزش کنین و در واقع این قابلیت رو بهش بدین که آمادگی اجرا داشته باشه. اما دستور بعدی تیلدا ان هست. چیزی که اینجا شاید یه خود باعث سوء تفاهم بشه اینه که فرق فریز کردن یا ساسپند کردن چیه. هر تردی در سیستم عامل یک مقداری داره به نام ساسپند کاونت. اگه ساسپند کاونت صفر یا منفی باشه به سیستم عامل این اطلاع رو میده که این ترد آمادگی اجرا داره، ولی اگه این مقدار مثبت باشه، یعنی یک یا بیشتر باشه، این امکان وجود داره که در واقع میشه گفتش که این ترد در حال حاضر قابلیت اجرا نداره. شما با هر بار ساسپند کردن هر ترد یک عدد، در واقع میشه گفتش که یک واحد به ساسپند کاونت اضافه میشه. اگه مثلا ساسپند کاونت الان یک باشه، شما یک بار دیگه این ترد رو ساسپند کنید، مقدارش دو میشه. اما تفاوتش بین فریز آن فریز چیه؟ فریز کردن فقط تو محیط دیباگر معنی پیدا میکنه. شما ممکن یک ترید رو فریز کنین بعد ولی ساسپندش صفر باشه. و اگه پروسستون رو دیتچ کنین یا اجرا کنین، از محیط دیباگر خارجش کنین، دیگه دلیلی نداره که اون ترید اجرا نشه، چون از محیط دیباگر خارج شد. پس سیستم چیز به نام فریز رو اصلا درک نمیکنه، واسه سیستم دریافت شده نیست، فقط با محیط بعد با ساسپند کاونت کار داره. دستور بعدی تیلدا ام هست که اگه شما یک ترد رو ساسپند کردین، با تیلدا ام میتونین که مقدارش یه واحد کاهش بدین یا به در واقع به حالت اجرا برسونش و نزدیک ترش کن. کامند بعدی بنگ تب هست. این کامند شبیه همون بنگ پب یا پروسس انوایرمنت بلاک هست که اینجا حالا ما مشابهش رو تو ترید انوایرمنت بلاک داریم. اونجا یه سری اطلاعات از ساختار و رفتار پروسس ارائه میداد، ولی اینجا یه سری اطلاعات از رفتار و ساختار ترید ها به ما نشون میده. دستور بعدی بنگ دان اوه که شما با استفاده از این کامند میتونید زمان مصرفی هر ترید تو یوزر مود و کرنل مود و همچنین از زمان اجرایی که از زمان به وجود اومدن اون ترد مشاهده کنید. دستور آخرم بنگ جی ال ای هست که آخرین دار اتفاق افتاده داخل اون ترد رو به ما نشون میده. خب حالا وقتشه که با هم یه دمو در مورد برخی از این دستورات ببینیم. به عنوان دمو قصد داریم که روی این کد ما هم دیگه کار کنیم. توی مین این برنامه چیزی که اول چاپ میشه ترید آیدی مین تردمونه، بعدش اینتروال رو به اندازه 10 ثانیه ست میکنیم
و صرف هم ترید ایجاد میکنیم با شماره 1 و 2 و 3 و ترید همون هم جوین میکنیم تا زمانی که این ترید همون تموم نشه، مین ترید همون اجرا نشه، ادامه پیدا نکنه و سرآخر هم ست لست ارور رو برابر 5 قرار میدیم که همون اکسس دینایید میشه و یه گچه رو میذاریم که برنامه همون بسته نشه. ولی حالا هر کدوم از این تعداد چه کارهایی انجام میدن اینه که یه اول کار میان در واقع تی آی دی خودشون رو چاپ میکنن به اندازه 10 ثانیه ثبت میکنن و آخرش هم با عنوان با یه پیام هلوی برنامه شون رو خاطره میدن و تعدادشون تموم میشه. اگه بخوام برنامه رو اجرا کنم، مین تردمون A54 تی آی دیش و اینجا چاپ کردیم که 3 تا ترد حاله ایجاد شدنه که با این تی آی دی ها و 10 ثانیه ثبت میکنن و حساسات ترد همزمان با هم پیامشون رو چاپ میکنن و در آخر هم 3 دست رو 5 میذاریم و از برنامه خارج میشه. خب الان من میخوام که این برنامه رو با استفاده از وین دیویژی پریویو از لحاظ ترد مورد بررسی قرار من اول برنامه رو اجرا میکنم. ست تردمون ساخته شده، 10 ثانیه فرصت هم بریک رو بزنم تا بتونم به این تردام دسترسی داشته باشم. دستور تیلدا رو اول میزنم، دستوری که لیست تردها نشون میده. من تو اینجا 7 تا ترد دارم که تو تصویر داریم با هم دیگه میبینیم. ترد یکی که ساختم آیدیش 1978 که اینجا میبینین، 1730 که با شماره 4 میبینین و دیسه سی هستش که با شماره 5 میبینین. ولی حالا هر کنون از این موارد چه معنی داره با هم نیگه میخوام بررسی کنیم. عدد که اینجا وجود داره در واقع هیچ شبیه به آیدی هر چیز دیگه ای ندن، در واقع این عددیه که تعریف شده بین شما به عنوان دیباگر و وین دی بی جی که اگه میخوان یک کامندی برای این ترد صادر کنین با دست مثلا این ترد با شماره 0 میشناسه، این ترد با شماره 1 میشناسه، ولی چپتی به او اس نداره. قسمت بعدی اگه دقت کنین یه عدد تو قالب هکس پوینت و یه هکس دیگه میبینین، به مجموع این میگن کلاینت آی دی یا سی آی دی که ترکیب شده از دو قسمت پی آی دی نقطه تی آی دی. اگه دقت کنین 2E8 میشه پی آی دی یعنی اون پروسس آی دی برنامه ما و نقطه بعد از نقطه اون عددی که قرار میگیره میشه تی آی دی. حالت ساسپند همشون هم که یکه، یعنی هیچکدومشون قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و تب یا همون ترد انوایرمنت بلاک هم واسه هر کدوم آدرسش جلو نوشته شده و همشون هم به صورت پیش‌فرض سوالت آن فروزن قرار داره. من مثلا میزنم تیلدا 1. اگه اینو بزنین یه سری اطلاعات در مورد خود ترد 1 بهتون نمایش میده، ولی مباده ریز این جزئیات نمیشه. اگه بزنم تیلدا نقطه ترد فعلی مهم نشون میده، از ما از چه دایی میتونیم بفهمیم که تردی که کامندی که الان ما داریم وارد میکنیم تو کدومی که از این تردها اجرا میشه، کنار این یه چیزی نوشته، یه عددی نوشته شده. این 6 به ما نشون میده که ما فعلا تو ترد 6 هستیم، یا هر کامندی که وارد کنیم تو ترد 6 واسه ما اجرا میشه و ریزالتش واسه ما برمیگرده. یعنی اگه من بزنم تیلدا نقطه یا تیلدا که نشون میده که واسه ترد 6 اجراش کرده، یا بزنم تیلدا 6 هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیکنه. اگه بزنم تیلدا استار برای کل تردها
در واقع این کامند اجرا میشه و اطلاعات کل ترد ها به من نمایش داده میشه. اگه بخوام سویش کنم بین ترد ها، مثلا الان تو ترد 6 هستم، میخوام برم تو ترد مثلا 1، میزنم تیلدا 1 اس. یا تیلدا 2 اس. و با این با استفاده از این کامند ها بین این کام در واقع با استفاده از این کامند ها بین ترد ها جابجا میشم. اگه مثلا بزنم دوباره، من به ترد 3 سویچ کردم، بزنم تیلدا نقطه، نشون میده که من تو کامند 3. در واقع شاید یه سری دستورات اینجا شما ببینین که یه خود عجیب غریب باشه. حالا ما در مورد این دستوری خود بیشتر صحبت میکنیم. اینجا زمانی که شما سویچ میکنیم به هر ترد، به صورت دیفالت چند تا کامند دیگه هم خودش اجرا میکنه. کامند دیگه اینه که ریجسترا بهتون نشون میده از ترد جدیدی که شما بهش سویچ کردین و آخرین کامندی که آخرین در واقع اینستراکشنی که تو هر ترد در حال اجراست. خب حالا میخوام برم سراغ کامند های بعدی، کامند های اصلی که حالا شاید بیشتر در موردش بعد وقت بزنیم، همون کامند های مربوط به ساسپند کردن و فریز کردن. دوباره اجرا میکنم برنامه رو. دستور گرو میزنم. فعلا داره دونه پی دی بی فایل دانلود میکنه فعلا. خب بریک رو میزنم تا بتونم کامنده رو وارد کنم. دوباره لیستی از ترد ها میگیرم. من میخوام تطبیق بدم این ترد هامو با شمادهایی که وین دی بی جی داره به هم میده. ترد یکم تی آی دی 97C داره و در واقع اینجا هم با ترد یک تصادفاً مشخص شده. ترد دوم هم 1248 که با ترد که با شماره 3 مشخص شده. ترد آخرم هم 1AB8 که با ترد 5 مشخص، با ترد شماره 5 مشخص. پس شو ترد هم شماره 1 و 3 و 5 اینجا. خب من واسه نمونه به فرض میخوام ترد 5 رو فریز کنم. دوباره دستور تیلدا رو میزنم. اگه نگاه کنین به حالت آن فروزن تغییر پیدا کرد. حالا میخوام دوباره آن فریزش کنم. دستور یو رو میزنم. بعد دوباره تیلدا که حالت آن فروزن دوباره تغییر پیدا کرده. حالا میام ساسپندش کنیم ببینیم که چه اتفاقی واسه این تردمون میفته. تیلدا 5 اس، ببخشید تیلدا 5 ان. من الان ترد شماره 5 ام و که ترد سوم هم میشه که چاپ میکرد هلو فلان ترد 3 غیر فعالش کردن. برنامه هم میخوام اجرا کنم ببینیم که چه اتفاقی واسه هم میفته. اگه دقت کنی ترد 3 دیگه واسه ما چاپ نشده اینجا. یعنی ترد 1 ترد 2 چاپ شده ولی ترد 3 فعالیت غیر فعال قرار گرفته و واسه ما اجرا نشد. دوباره دستور تیلدا رو میزنم و میبینیم که ترد 3مون مقدار ساسپندش 2 شده و خاطر همین دیگه اجرا نشد. خب من ریستارتش میکنم. دوباره اجرا میکنم برنامه رو. یه دیگه ساسپند. دوباره لیست ترد ها. 1184 ترد شماره 1 از وین دی بی جی. 1854 ترد شماره 3 از وین دی بی جی. 9E0 ترد شماره 5 از وین دی بی جی. خب الان من دوباره میام 5 و ساسپند. این سری حالا بزنین قبلش تیلدا رو بزنم که ببینیم مطمئن باشیم که واقعا ساسپند شده یا نه. این سری دیگه برنامه رو اجرا نمی کنم. من با استفاده از این به سیستم عامل گفتم این تردم
کلا تو حالت ساسپند قرار، یعنی دیگه اجراش نکن، من دیتش میکنم، یعنی در واقع نرم افزار از ویم دی بی جی پرویو کلا جداش میکنم و از حالت دیباگین کلا خارجش میکنم، یعنی دیگه ویم دی بی جی هیچ کنترلی روی نرم افزار من نداره. اگه دقت کنی بازم هلو ترید استر واسه من چاپ نکرد و این نشون میده که ساسپن کان مستقیما با در واقع سیستم در ارتباطه، یعنی که شما مقدارش رو کمتر یا بیشتر کنید به صورت مستقیم سیستم عامل هستش که اونا هندل میکنه. من یه بار دیگه برنامه رو اجرا میکنم، این سری دیگه ساسپن نمیکنم، میخوام تفاوتش با فریز با هم دیگه ببینیم. دوباره گل رو میزنم، این برنامه قبلی هم میبندم که تدخل ایجاد نشه، بریکش میکنم تیلدا و مستقیم این شماره یه ترد شماره است که 15F4 هست که دوباره میشه ترد شماره 5 هم تو ویندی بی جی. این سری فریزش میکنم واسه اطمینان، هم اینجا میبینیم که فریز شده ترد شماره 5، یعنی هلو ترد 3 نباید نمایش داده بشه. ولی من اگه میام دیتچش کنم هلو تردستر اینجا با هم دیگه میبینیم. علتش چیه؟ علتش اینه که فریز و آن فریز فقط تو وین دی بی جی یا تو همون محیطی که دارین دیباگ میکنین در واقع ترتیب اثر داده میشه. اگر از اون محیط خارج بشین دیگه هیچ ترتیب اثری از اون دریافت نمی کن. من یه با دیگه برنامه رو اجرا کردم، غیر فعالش کنم، این برنامه قبلی هم ببندم که تداخل صورت نگیره. من در جواب یک رو میزنم، دوباره لیست میگیرم، این سری میخوام دوباره ترد شماره 5 هم و ترد شماره 3 هم از نرم افزار که میشه ترد شماره 5 از وین دی بی جی رو مقدار ساسپندش رو کمتر کنم، یعنی حالت آن سانس در حالت رزوم درش بیارم. اگر من تیلدا بگیرم میبینی که مقدارش صفر شده و با هر بار هم اجرا کردن این دستور مقدارش یه واحد کاهش پیدا میکنه که الان شده منفی 1. خب من الان میخوام دستور گو رو بزنم و واردش بشم که دیدیم که برنامه اجرا شده و مسئله خاصی نداره. حتی چون سرعت اجرای برنامه زیاده خیلی شاید نشه فعلا تو محیط دمو اینو نشون داد، شما میتونید به جای که 10 ثانیه مثلا 100 ثانیه صبر کنین، یک از تعدادتون رو فعال کنین و در واقع برنامه‌تون رو اجرا کنید. مشاهده می‌کنید که اون تردتون سریع‌تر از بقیه تردها اجرا میشه، به این خاطر که چون از حالت ساسپند در اومده و اگر هم دقت کنید اینجا از حالت ساسپند در اومده استیپش رو انجام میده ولی منتظر اینه که ما محیط دیباگ رو دوباره اجرا کنیم، یعنی برنامه محیط در واقع ویندو ویژه دوباره اجرا کنیم که اون پیام چاپ بشه و همین خاطر که پیام سوم زودتر از بقیه دو تا ترید دیگه اجرا شده چون استپش زودتر تمام شده به خاطر اینکه ما حالت ریزوم درش رو بادیم. دستور بعدی دیتا استرکچر تب هست که یه سری اطلاعاتی در مورد تب یا همون ترد انوایرمنت بلاک به ما میده که رفتار و ساختار خود هر ترده که رو به ازای هر ترد متفاوته. مثلا بیس این استک بیس این ترد کجا، سایز این ترد چقدره و یه سری اطلاعات جزئی‌تر در مورد هر ترد که ما نمیخوام خیلی واردش بشیم،
و اگه هم خیلی علاقه من به این موضوعات هستین، میتونین به کتاب ویندوز اینترنالز مراجعه کنین که آخرین نسخهش در حال حاضر نسخه شماره 7 هست. دستور بعدی دستور بنگ آن اوی هست که حالا در حال حاضر فقط تو، چون یه تلف بیشتر نداریم، برنامه رو اجرا نکردم کامل و چون به بریک خورده هیچ زمانی هم واسه ست نشده و چون برنامه هم هیچ بار پردازشی خاصی نداره، خیلی شاید این دستوره مقدار دقیقی به ما نشون نتونه بده که ما میتونیم به اساس اون یه دمای خوب اینجا داشته باشیم. فقط میگه که در واقع تعداد شماره یک شما به اندازه 15,000 ثانیه اجرا شده. من اگه برنامه تا آخر اجرا کنم، اطلاعات خیلی جامعی فعلا در حال حاضر به ما نمیده چون برنامه خیلی با پروسس خیلی زیادی ننوشتیم که بخواد اتفاقات خاصی داخلش بیفته و از لحاظ زمان بر بودنش خیلی زمان بخواد ببره. دستور آخر هم بگم برنامه رو نبستم، دستور get last ad داره. من دوباره تیلدا میگیرم که لیست تردام بهم نمایش داده بشه. مین ترد من شمارش 11D4ه که میشه همون ترد شماره 0. من میخوام سویش کنم به ترد شماره 0 و بنگ GLE رو بزنم. قبل از اینکه بنگ GLE رو بزنم، اگه خاطرتون باشه ما تو کدومونم که نمایش دادیم، قبل از اینکه به پرس نیکی تو اگزیت برسیم، مقدار 5 رو به عنوان آخرین اتفاقی که از لحاظ ارو یا سکسس بودن یک اجرای یک تابه یا هر چیزی دیگه ای ست کردیم به عنوان آخرین مقدار ارورمون. من اگه بنگ جی ال ای رو اینجا بزنم، توقعیم که دارم اینه که اداره شماره 5 که تو ویندوز به نام اکسسیز دینایده به من نمایش داده بشه.